شمایی که بیننده این ویدیو هستی، روش صحیح شستشوی مبدل اصلی پکیج به چه صورتیه؟ آیا باید پمپ اصلی شویو به رفت و برگشت پکیج وصل کرد؟ سلام دوست من، راین هستم و اینجا کانال خودتون AC اقراریه. دوست عزیز، من در روزهای یک شنبه و پنج شنبه ویدیوهای در زمینه سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی قرار میدم و چیزی که امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم اینه که سرویس پکیج به چه صورتیه و اینکه آیا درست طرف میاد پمپ رو به قسمت رفت و برگشت پکیج بس میکنه، روش درستش چی باید باشه. چیزی که متاسفانه ما الان 2 ماه شده از سرد شدن هوا نمیگذره، اما خیلی موارد به ما گزارش شده از اینکه پکیج به صورتی سرویس شده که طرف اومده اصلا قطعاتو باز نکرده، یعنی همینجوری اومده به صورت کامل قسمت رفت و برگشت پمپ رو بس کرد و اسید رو تزریق کرده به سیستم و اون بنده خدایی که پکیج داشتن الان به جای پکیج یک آبکش دارن. خب ببینید، این واقعا یه فاجعه بزرگه. یعنی شما سرویس کار اطلاع دارید، من اینجا نیومدم ایراد بگیرم از کسی، ولی از وجدانتون حتما ایراد میگیرم، چون این کار اصلا درست نیست. یعنی مشتری وقتی میاد دستکار به شما میسپره، یعنی شما رو امین خودش میدونه. این پزشکی که شما وقتی میری پیشش خودتو میسپره به دست پزشک، میگه چرا؟ اون میدونه و خیر منو میخواد. یعنی دقیقا همینه، شما خیر طرفو میخواید، پس لطفا این اعتمادها رو از بین نبرید. و اینکه ازتون میخوام الان این مراحل رو با هم دیگه بررسی بکنیم، با دقت توجه بفرمایید و این رو این اطلاعات رو شیر بکنید برای دوستانتون تا بدونن که این پارامترها چطوره، و اگر خدا نکرده دیدن که سرویس کار داره از راه اشتباه انجام میده، کاملا آگاه باشه. خب دوست عزیز، اول از همه اصلا بذار با ساختار پکیج آشنا بشیم، اینکه چه جوری هم و چند مبدل وجود داره و اینکه اصلا سرویساشون به چه صورتیه. مبدل در بعضی پکیج ها 2 مبدله هست، یکی در اینجا قرار داره و یکی دیگه در قسمت پشت پمپ، و در بعضی مدل ها تک مبدل هستن که فقط در این قسمت یک مبدل قرار داره. و اما ما کاری نداریم چه تک باشه چه دو، فرآیندی که باید انجام بشه کاملا ثابت و مشابهه. مهره باز میشه و در اون قسمت مهره خط رفت هم باز میشه. مبدل بعد از باز شدن پیچ ها آزاد میشه و در میاد. و وقتی که من تصویرشم حتما براتون قرار میدم در این قسمت که خود مبدل خام به چه صورتیه. وقتی این مبدل آزاد شد، توسط پمپ مخصوصی که هست که در عکس شما مشاهده میکنید، این پمپ فیتینگ هایی داره که بر روی این نصب میشه و مبدل رو بر اساس سایزینگش در تایم مشخصی که وجود داره با درصد اسیدی که در اون داره استفاده میشه شستشو داده میشه. خیلی مهمه دوستان. و پس از اون مبدل دوم یا مبدل ثانویه هم به همین صورت انجام میشه. و مورد هایی که الان من از دستشون شاکیم و نمیدونم چرا این کار رو انجام میدن اینی که میان پمپ خودشون رو در این قسمت رفت، حالا در این قسمت یا در این قسمت، رو خط شوفاژ اینجا میبندم، برگشتم اینجا نصب میشه. خب شما دوست عزیز دست در نکنه داره این کار انجام میده، زحمت نیفتی واقعا. از این قسمت اسید وارد میشه، میاد داخل پمپ. این پمپ های پکیج پمپ های آسنکرون، پمپ هاییه که با آب داغ خودش رو داره خنک میکنه، یعنی اون اسید به طور کامل توی قسمت های عایق بندی سیم پیچ میاد میگرده و باعث میشه که خوردگی به وجود بیاد، شما حداقل 1 الی 2 میلیون تومان ضرر می‌کنید. این یک. وارد این قسمت میشه، میاد داخل مبدل. آشغال‌ها و رسوب‌های مبدل رو آزاد میکنه و ممکنه ماند بیشتری در مبدل داشته باشه به خاطر افت فشار. اسید در داخل مبدل میمونه و شما بعد از 1 ماه استفاده میبینید که مبدل داره چک چک آب میکنه و فشار آب خط پکیج، خط شوفاژ هم میاد پایین به همون خط رادیو. پس از اون میرسیم به شیرسرای فلک زده که آشغال هم میاد در این قسمت گیر میکنه و همچنین اون رسوب وارد قسمت های شافت میشه و باعث نشتی آب میشه از قسمت های دور اورینگ شیرسرای، و همچنین رسوبات هم که میاد مسیر رو میبنده. و از اون طرف هم رسوب رو بعد از در واقع باز شدن خط حتی به سمت مبدل ثانوی هم میفرسته. یعنی شما با این حرکت کل حرکت های بد عالم رو زدین رو پکیج، کاری میکنه که کلا این اصلا از صحنه روزگار محو بشه. مشتری اومده بعد از 1 ماه با مجموعه ما تماس گرفته، گفته آقا این اتفاق افتاده، میگم سرویس کار چیکار کردین؟ یعنی اومده پمپ اسیدشویی گرفته وصل کرده به رفت و برگشت، میگه آره آقا دقیقا درست. پس دوستان
آشنا شدید با اینکه روش شستشو مبدل به چه صورتی و اینکه روش اشتباه شستشو پکیج به چه صورتی. و ما اصلا شستشو پکیج نداریم، شستشو مبدل وجود داره، سرویس داریم. چرا طرف میاد دیفیوزر میگیره، باد میگیره، معدل رو تمیز میکنه، سر قسمت شولر تمیز میکنه که در مجموعه آموزشیه که ما داریم آمادش میکنیم ایشالا اینا بیشتر توضیح داده میشه درش. و اینکه الان موضوعی که باید بدونید مربوط میشه به همین قسمت، این رو هرگز فراموش نکنید، برای دوستانتون تا جایی که ممکنه این اطلاعات رو شیر بدید تا انشالله به دستشون برسه و از ضرر کردن عزیزانمون جلوگیری بکنید. خب دوست عزیز، لایک، سابسکرایب و همچنین در قسمت پایین کامنت بذارید نظرات خودتون رو و اینکه ایده هایی که دارید برای بهتر شدن ویدیوهای ما حتما با ما به اشتراک بگذارید تا بتونیم از این هم بهتر موارد رو خدمت شما ارائه کنیم. یا حق.